وقتی که شیطان به دهکده میاد و هیچ راهی برای فرار ازش وجود نداره. گلاسیا سلام. امروز میخوام سری به سینمای آرژانتین بزنیم و فیلم ترسناک کوان د آکچالا مالداد یا ون اویل لرکس یا وقتی که شیطان کمین میکند رو ببینیم. این فیلم یکی از بهترین های سال 2023 حساب میشه و نزدیک به 12 بارم نامزد جایزه بهترین فیلم شد که یه بارم برد. از الانم دارم میگم با فیلم مواجهید که واقعا صحنه های وحشتناکی داره و اگر روحیتون ضعیفه اصلا نبینیدش. این نکته هم بهتون میگم چون خیلی کامنت میذارید آقا اینقدر سانسور نکن، چقدر سانسور میکنی. بچه ها اینجا یوتیوبه، یوتیوب محدودیت های خودش رو داره، قوانین خودش رو داره. من اگه رعایت نکنم کانالم میپره. قبلا این فرق برام افتاده بود، یه کانال دیگر رو از دست دادم، زحمت های چند سالم بود، برای همینم خب متاسفانه نمیتونم این ریسک رو بکنم. درک بکنید اینجا یوتیوبه. و اگر که دوست دارید فیلم کاملش رو ببینید، لینکش رو توی تلگرام میذارم، میتونید از اونجا فیلم کامل رو دانلود کنید. خلاصه میگم که فکر نکنید من نظراتی که نمیخونم یا بی اهمیتم به حرفاتون، واقعا برام امکان پذیر نیست و ممنونم که درکش میکنید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسم به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم دو برادر به اسمهای جیمی و پدرو رو میبینیم. این دوتا توی دهکده زندگی میکنن و شب صدای تیراندازی به گوششون میرسه، اما خب چون تاریکه کاری انجام نمیدن. روز بعدی دنبال دلیل تیراندازی میگردن که خب با صحنه وحشتناکی هم روبرو میشن و مردی وسط جنگل در حالی که نصف بدنش ناپدید شده میبینن. یه پاکت هم همراه این مرد و وقتی بازش میکنن اطلاعات زن دیگه‌ای به دست میاد. این زن رو میشناسن چون خونش همین نزدیکیاست و سری به دیدنش میرن. میبینن که دم در وایساده و منتظر کسیه. وقتی بهش خبر میدن که یکی وسط جنگل با اون وضع دیدن، زنگ اسمش هم ماریاس، به شدت شوکه میشه و میفهمی منتظر همون شخص بوده. وقتی که پدرو متوجه نگرانی زن شده ازش میپرسه جریان چیه. ماریا توضیح میده این مرد قرار بود توی مشکل بزرگ کمکم کنه، مشکلی که برای پسر بزرگم پیش اومده و این مرد قرار بود به یه شکل خاصی جون اونو بگیره، چون پسر بزرگم یعنی یوریل توسط شیطان تسخیر شده و وضعش افتضاحه. برادر باور نمیکنن و همراه ماریا میرن داخل خونه. دیدن وضعیت یوریل باورشون رو تغییر میده. یوریل بدنش کاملا پوسیده و باد کرده، ظاهرش تلکیده و اصلا حالتش عادی نیست. پسر کوچکتر ماریا یعنی سانتیاگو هم شروع به صحبت میکنه و میگه یوریل تسخیر شده. ما هم اینجا قایمش کردیم تا بقیه مردم نبینن. ماریا ادامه میده که بعد مدت ها یکی رو پیدا کردیم که میتونست شیطان رو دفع کنه. قرار بود امروز بیاد کمکمون و شما تو اون وضع پیداش کردید و معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. پدرو و جیمی از خونه خارج میشن و حالا مطمئنن که شرایط خیلی خطرناکه. برای همینم میرن پیش پلیس و جریان رو توضیح میدن. اما کلانتر دهکده فقط اینا رو به عنوان یه شوخی میگیره و کاری انجام نمیده. وقتی پدرو از کوره در میره و کلی فریاد میزنه، کلانتر میگه باشه، یکی از سازمان سلامت میفرستیم یوریل رو نگاه کنن. کارگاه این ایستگاه پلیس هم در مورد کسی که وسط جنگل پیدا کردن باهاشون حرف میزنه. میگه ما معتقدیم مردی به اسم رویز این بلا رو سرش آورده. شما اونو وسط زمین‌های رویز پیدا کردید و اون احتمالاً برای دفاع خودش که یه غریبه به زمینش اومده این کارو کرده. پدرو جیمی هم میرن به دیدن رویز. رویز از جریان بی‌خبره و وقتی توضیح‌ها رو میشنوه نگران میشه. به جیمی میگه من اون کارو نکردم، اما هماهنگ میکنم که یه نفر دیگه از کلیسا برای کمک بیاد. پدرو میگه فکر نکنم تأثیر داشته باشه، چون حال یوریل خیلی داغونه و بیشتر یه روزم دووم نمیاره. رویز عصبانی میشه و کلی بعد و بیراه به دولت و پلیس میگه، چون هیچ کمکی برای دهکده نفرستادن. شب شده و رویز و همسر باردارش سر میز شامن. در مورد این اتفاقات حرف زدن و رویز دیگه کلافه میشه. یه دفعه سلاحش رو برمیداره و میره دم خونه ماریا و بچه‌هاش. بدون حرفی میره طرف یوریل و میخواد کارشو تمام کنه. میگه شیطان رو باید از بین ببریم، اما ماریا متوقفش میکنه. میگه یوریل توسط شیطانی تسخیر شده که توی بدنش روش کرده و آماده است به دنیا بیاد. اگه یوریل رو با سلاح و بدون مراسم خاص از بین ببریم، شیطان بیرون میاد و هممون رو نابود میکنه. یوریل با صدای عجیبی حرف زنه و به رویز میگه یالا کارمو تمام کن، اینطوری میتونم بیام و بچه رو توی شکم مادرش تسخیر کنم. رویز عصبی تره، اما در آخر بدون اینکه سلامی بهش برسونه از خونه خارج میشه. دم صبح شده و پدرو و جیمی با صدای میان بیرون. رویز اومده دم خونهشون و ازشون کمک میخواد. میگه باید این شیطان رو نابود کنیم، وگرنه هرچی دور و برمونه از بین میبره. ستای به خونه ماریا میرن و میخوان یوریل رو اونجا ببرن و سر به نیستش کنن. خانواده یوریل هم مخالف نیستن، چون از این شیطان متنفرن. با اینکه خیلی این مرد سنگین و بوی افتضاحی هم میده، موفق میشن برش دارن و میذارنش عقب ماشین. ستای راه میفتن و نزدیک 3 ساعت رانندگی میکنن و از دهکده دور میشن. وسط راه هم که یه رفیق پسر با دوچرخش میبینن و موفق میشن با چرخوندن فرمون ازش رد شن.
یک ساعت دیگه میرن جلو و بالاخره وامیستن. وقتی عقب ماشین رو نگاه میکنن هیچ خبری از یوریل نیست. حدس میزنن موقعی که برای رد کردن اون پسر فرمون رو چرخوندن هم ماشین افتاده باشه. رویز میگه همون موقع هم اگه افتاده باشه 300 کیلومتر از دهکده دور شده بودیم و قطعا دیگه خطرناک نیست. پس با خیال راحت به سمت خونهشون برمیگردن. اما قضیه تمام نشده چون روز بعدی همسر روی صداش میکنه و میگه بیا یه چیز عجیب ببین. توی گله بزهاشون یه بز به جفتشون زل زده و تکون نمیخوره. رویز بلافاصله حس میزنه که این بز توسط شیطان تسخیر شده. وقتی بقیهشون از اونجا میبرن بازم این بز وامیسته. همسرش میزنه زیر گریه و ترسیده. رویز میخواد کار بزو تموم کنه اما همسرش میگه بس کن چون اگه واقعا شیطان تسخیرش کرده باشه جوری میاد بیرون و هممون رو تسخیر میکنه. بز میاد جلوتر و یه دفعه به زبون آدم ها از بچه رویز حرف میزنه. اونم که عصبانی میشه ماشه رو فشار میده و بز از بین میره. اما ثانیه بیشتر نگذشته که یه اتفاق بدتر میفته. همسر رویز با تبری به سر این مرد ضربه میزنه و درجه کارشو تموم میکنه. بعدم میشینه کنارش همونطوری به خودش آسیب میرسونه و کنار همسرش از بین میره. ساعتی گذشته و میریم پیش جیمی و پدرو. یکی در خونهشون رو میزنه و اونم سانتیاگوه، یعنی برادر کوچک یوریل که اول فیلم دیدیم. سانتیاگو با نگرانی میگه مامانم گم شده و خبری ازش نیست. رویز و همسرش هم به شکل وحشتناکی از بین رفتن. هیچ جایی ندارم برم و ترسیدم. پدرو هم قول میده ازش محافظت کنه. برای این کارم بهش میگه برو توی انبار در قفل کن که هیچ کس نیاد تو. یه سلاح هم دست سانتیاگو که میده به این برادر و میره تا قایم شه. روز بعدی میرسه و پدرو و جیمی دیگه خسته شدن. این شرایط باعث میشه سوار ماشین شن و برای همیشه از اینجا برن. لوازمی هم با خودشون نمیبرن چون فکر میکنن که این شیطان از طریق اونا میتونه باشون ارتباط بگیره. مقصدشون هم شهره، اما قبل رفتن جیمی میره تا مادرشون هم برداره. پدرو هم میره تا کار دیگه ای انجام بده. میفهمیم پدرو قبلا با زنی به اسم سابرینا ازدواج کرده بوده که جدا شدن. دو تا پسر هم از ازدواجشون دارن به اسمهای سانتینو و ژیر. در حال حاضر هم سابرینا با مرد دیگه به اسم لنو همخونه است و یه دخترم به اسم ویکی با این دو مرد داره. خلاصه پدرو خیلی به هم ریخته است و اول از لئو یه دست لباس میگیره و در حال عوض کردن لباساش جریان رو برای هر دو نفر تعریف میکنه. البته که سابرینا فکر میکنه پدرو دیوونه شده و توجهی به جریان نداره. در همین حال هم میبینیم که سگ خونواده داره لباسهای پدرو رو بو میکشه. پدرو لباساشو آتیش میزنه و به بقیه صحبتاش ادامه میده. همچنان باورش ندارن اما سابرینا یکم نگران میشه و از پسر کوچیکش یعنی سانتینو میخواد که بره طبقه بالا و ژیر رو بیدار کنه. ویکی و سگشون تنها شدن و لحظه ای بعد همه چیز به هم میریزه. سگ با وحشیگری تو چند ثانیه تمام صورت و کله ویکی رو میخوره. سانتینو از رو پله با وحشتی صحنه رو میبینه و هرچی فریاد میکشه بزرگتر توجهی نمیکنن چون درگیر بحث و دعواشونن. لحظه ای بعد سگو میبینن که ویکی رو به دندون گرفته و با سرعت از خونه فرار میکنه. بقیه وحشت زدن و دنبالش میدوئن اما سگ با سرعت بیشتری ازشون دور میشه. پدرو برمیگره که پسرهای خودش رو برداره و سریع از اینجا برن. اینم میفهمیم که پسر بزرگش یعنی ژیر اوتیسم داره و نمیتونه درست صحبت کنه یا شرایطو اصلا بفهمه. به سابرینا میگه حاضر شو اما لئو نمیخواد این کارو انجام بده چون میخواد دخترش ویکی رو پیدا کنه. وقتی لئو سلاحش رو برمیداره پدرو میگه به هیچ وجه برای متوقف کردن شیطان از این استفاده نکن، اما لئو بی توجه بهش حرکت میکنه. پدرو هم میاد دنبالش اما عقب مونده و با شنیدن صدای شلیک میفهمه که دیره. میره جلوتر و لئو رو کنار بدن بیجون سگ میبینه. دیگه پدرو جلو نمیره و برمیگرده تا فقط اینجا فرار کنه. وقتی به خونه سابرینا میرسه میبینه که دختر خانواده یعنی ویکی صحیح و سالم اونجاست و سابرینا بغلش کرده. خب مطمئنه یه جای کار اشتباه است و غیر ممکنه ویکی سالم مونده باشه. فقط دو تا پسرش سوار ماشین میکنه و میخوان در برن. تو همین لحظه هم ویکی در گوش مادرش با خوشحالی میگه الان بابا میاد کارتو تموم میکنه. سابرینا نمیفهمه یعنی چی و چند ثانیه بعد لئو با سرعتی فوق العاده بالا سر میرسه و با ماشینش میکوبه به سابرینا طوری که درجه کارش تموم میشه. پدرو با بهت به این صحنه زل زده و میبینه که ویکی داره با خوشحالی میپره و میرخصه. راهشون رو ادامه میدن و وسط راه برادر پدرو یعنی جیمی و مادرشون رو هم سوار میکنن. پدرو همچنان شوکه‌ست و با ترس از اتفاقی که افتاده به برادرش میگه. سفرشون شروع شده و پسر کوچک یعنی سانتینو از مادر بزرگی سوال میکنه معنی تسخیر شدن یعنی چی. اونم میگه یعنی یه نیروی شیطانی بدن آدمو به دست بگیره. ما هم میتونیم ازش در امان باشیم به شرطی که از موجهای الکترونیکی فاصله بگیریم و با حیوانا هم حرفی نزنیم. چند تا نکته دیگه میگه و یکیش اینه که هیچ وقت نباید اسم نیروهای شیطان رو به زبون بیاریم. برام اسم این نیروها رو میگه. پدرو دیگه کلافه شده و مادرش میخواد جریان رو تمام کنه. حالا نوبت ژیره.
این پسر به خاطر چالش‌های ذهنیش اسم شیطان‌هایی که شنیده رو تون تون تکرار می‌کنه و هیچ جور هم ساکت نمی‌شه. بقیه هم به خاطر شرایط پسر چیزی بهش نمیگن. یکم دیگه دور میشن و اتفاق عجیبی میفته. سابرینا همسر سابق پدرو به گوشی مادرش زنگ میزنه. اونم با نگرانی پیاده میشه و جواب میده. سابرینا با صدای ترسیده میگه من دارم میام تا پسرمو پس بگیرم. بعدم این زن که مشخص تسخیر شده شروع به گفتن کلی چیز ناراحت کننده از جمله خیانتهاش به پدرو میگه و بهش میگه تو خیلی ضعیف و به درد نخوری. با قطع تماس پدرو میزنه زیر گریه و حالش خوب نیست. برادرش هم میاد سمتش تا آرومش کنه، اما پدرو خوب نمیشه. میگه همه چیز تقصیر منه، من باعث شدم اون سگ تسخیر شه و این اتفاقها بیفته. در آخر جیمی هم میگه من یکی رو میشناسم که اسمش میرتاه. میرتا کارش اینه که جن و روح از بدن خارج بکنه. میتونیم همون کمک بگیریم. اگه اون شیطان رو نابود کنیم، تو هم از وجدانت از بین میره. خلاصه که مسیر رو تغییر میدن و به دیدن میرتا میرن. همه چیز رو تعریف میکنن و میرتا هم قبول میکنه بهشون کمک کنه و این نیرو رو برگردن به جهنم. قرار میشه شب و همونجا بگذرونن، اما یه مشکلی هست. اینکه پسر اوتیسمی خانواده یا همون ژیر گیر داره که تو ماشین باشه و نمیخواد بیاد بیرون. برای همینم هم پدر میاد کنارش و تو ماشین میخوابه که تنها نباشه. بقیه هم داخل خوابیدن و نصف شب دوباره شرکت بدتر میشه. یه دفعه دست یه نفر رو میبینیم که به شیشه ماشین میخوره، اما ژیر نمیتونه به کسی خبر بده. چند دقیقه بعد مادر بزرگ بیدار میشه و با دیدن روبروش خوشگش میزنه. سابرینا با صورتی که بعد تصادف کلن ترکیده و سر خونه وایساده و پسرش یعنی سانتینو رو تو آغوش گرفته. خیلی صحنه بدی و مادر بزرگ موفق میشه بیاد بیرون و پسرهاش رو صدا کنه. پدرو میدوه داخل که سانتینو رو نجات بده، اما دیره و همین که میاد تو، سابرینا در حالی که سانتینو تو آغوششه از پنجره میپره بیرون. بقیه هم نمیتونن هیچ کدومو پیدا کنن. همه به هم ریختن و اتفاق بدتر اینه که جنگیری و همون میرتا میگه پسر بزرگ پدرو یعنی ژیر مقصر اتفاقه و حتی خودش هم تسخیر شده. یادمونه که تونتون اسم شیاطینو میگفت. میرتا میگه شیطان تو بدن ژیره، اما نمیتونه کنترلش رو به دست بگیره چون این پسر اوتیسم داره و ذهنش درست کار نمیکنه. حالا که فهمیدن این شیطان چقدر قویه، میرتا میگه از همین الان باید دست به کار شیم. اولین مأموریتمون هم اینه که اولین کسی که شیطان رو گرفته پیدا کنیم. یوریل رو یادمونه که چقدر گنده شده بود و از پشت ماشین ناپدید شد. میرتا میگه باید بریم همون اطراف جایی که افتاده بود و بگردیم تا پیدا شه. بعدم میگه هفتمین قانون برای مقابله با شیطان اینه که به هیچ وجه نباید از چیزی حتی از دست دادن جونتون بترسید، چون شیطان چیزی که ازش میترسید رو ازتون میگیره، مثلا جونتون رو. شیطان از ترس شما تغذیه میکنه و اگر چیزی نترسید نمیتونه وارد بدنتون شه. بعدم خود میرتا همراه پدرو سوار ماشین میشن که دنبال یوریل یا اولین قربانی برن. جیمی هم با ماشین دیگه شروع به گشتن اطراف میکنه، بلکه سابرینا و برادرزاده عزیزش سانتینو رو پیدا کنه. تو ماشین اول میرتا شروع به صحبت با پدرو میکنه و میگه که شوهر خودم هم تو همین جریان پاکسازی شیطان دست دادم و یهو ناپدید شد. خودم هم 12 سال این کارو میکنم. واسه همینه که این شیطان که اسمش هم راتن یا چیزی که باعث گندیدن آدمه خیلی از من میترسه. پدرو میپرسه خب تو دشمن اصلیش بودی، پس چرا جای تو پسر منو برد؟ میرتا هم میگه به خاطر اینکه تو میترسیدی پسرتو از دست بدی. همونطوری که گفتم شیطان چیزی که ازش میترسیدی و ازت گرفت، یعنی پسرش. اون طرفتر جیمی رو میبینیم تو ماشین و بالاخره سابرینا رو پیدا میکنه، اما چیزی که میبینه باعث میشه خوشگش بزنه. سابرینا سر پسرش یعنی سانتینو رو تا نصف خورده و جونش رو گرفته. جیمی خیلی عصبانی و ناراحته. میره عقبتر برای گرفتن انتقام. با نهایت سرعت سمت سابرینا میاد و با یه ضربه اونو بین ماشین و درخت گیر میندازه. البته که خودش هم بیهوش میشه. دوباره برمیگردیم پیش پدرو. در حالی گشتن اطراف جایی هستن که یوریل افتاده بود. با دیدن یه مدرسه میرتا میگه قطعاً اون شیطان همینجاست، چون اون دنبال روحای پاک میره و کی بهتر از آدمهای زیر 10 یا 11 سال. یه سرم به خونه پدرو و برادر جیمی میریم که پسر اوتیسمیش یا همون ژیر همراه مادر بزرگش اینجا موندن تا اونا برگردن. ژیر یه اومد پیش مادر بزرگ و مثل یه آدم کاملاً سالم صحبت میکنه. مادر بزرگ متعجب میشه چون اولین بار صحبت کردن ژیر رو میشنوه. ژیر میگه گشتمه و غذا میخوام. میرتا و پدرو هم میبینیم که وارد مدرسه میشن. با وحشت چندین دختر و پسر رو میبینن که این موقع شب توی کلاس نشستن و صحبتی هم نمیکنن. مشخص راتن یا همون شیطان همشون رو تسخیر کرده. میرتا میپرسه اون کجاست، اما انگار همه میترسن و چیزی نمیگن. میرتا حالش بد میشه و میره بیرون. به پدرو میگه نفس همه بچه ها بوی گندیدگی و شیطان میده و حالمو به هم زد. مطمئنم همشون میدونن راتن کجاست و ازش محافظت میکنن. پدرو بیرون مدرسه پسر یه بودو چرخه میبینه.
این پسر همونیه که اول فیلم نزدیک بود بهش بزنن. ازش میپرسن راتن کجاست و پسر خیلی ریلکسه و میگه خونه معلممون مونده. پدرو سوار ماشین میشه اما میرتا میگه نباید بریم. به نظر میگه تلس. یه دفعه دختر دیگه هم مدرسه میاد و میزنه به شیشه. به پدرو میگه اون پسر دروغ گفت. راتن خونه ما و پدرم ازش مراقبت میکنه. با رفتنش حالا هم میرتا هم پدرو میدونن که اینا دارن دروغ میگن. همشون میخوان اینا رو جای دیگه ای بفرستن، پس شیطان قطعا همینجاست. دوتایی برمیگردن داخل و شروع به گشتن میکنن. توی سالن مدرسه متوجه قسمت لقی از زمین میشن و همین که برش میدارن پدرو حالش بد میشه. زیر این قسمت بدن در حال پوسیدن یکی از معلمها قایم شده. پسرها و دختران بدون حرفی فقط نگاهشون میکنن. میرتا لوازم مبارزه با شیطان رو آماده میکنه. پدرو هم قسمت دیگه یا برمیداره و وحشت بیشتر میشه. بدن 7-8 تا معلم و مسئولهای مدرسه کنار هم افتادن و همشون به شکلی دردناک از بین رفتن. وقتی چند تا رو در میارن بالاخره نگاهشون به یوریل میفته، اولین قربانی شیطان که با اون بدن داغونش همچنان زنده است. میرتا میگه زود باش بیارش بیرون، اما خب از توان پدرو خارجه چون وزن یوریل خیلی زیاده. همینطوری درگیره و شیطان هم از زبان یوریل حرف میزنه. قصدش بازی با روح و روان پدرو و مدام از کاری که با پسرش و همسر سابقش کرده حرف میزنه. انقدر میره رو مخش که پدرو عصبانی میشه. همین لحظه یکی از دخترها میگه یه تبر توی دفتر مدیر مدرسه است، میتونی باهاش کار یوریل رو تمام کنی. پدرو هم که دیگه رد داده، بی توجه به اصرار میرتا که داد میزنه تنها نزار، به دفتر مدیری میره و یهو در پشتش قفل میشه. پدرو اون طرف رو نگاه میکنه که پسرها و دخترها سمت میرتا میرن. زن وحشت زده است و یهو میرزنش زمین. با بیرحمی تبری رو میزنن بهش و انقدر این کار رو میکنن تا فریاداش برای همیشه قطع میشه. پدرو بالاخره در رو میشکن و میاد بیرون، اما دیگه خبری از میرتا نیست. در حالی که پدرو نشسته زمین و به هم ریخته، یه دفعه یوریل رو میبینه که بلند شده و بهش زل زده. به پدرو میگه چیه؟ اونقدر ضعیفی نمیتونی حتی کار منو تمام کنی؟ همین کافیه که پدرو بره طرفش و با آهنی که اونجاست انقدر بزنش تا مغزش بپاشه. اون طرف در روی زمین میشینه و خوشش زده. لحظه بعد شیطان رو میبینه که از بدن یوریل بیرون میاد. پدرو کاری کرد که این شیطان بالاخره متولد شه. اون میاد طرف پدرو و دستی به سرش میکشه و میره بیرون، در حالی که چند تا دختر و پسر از مدرسه هم دنبالشن و به سمت شهر راه میافتن. سکانس بعد پدرو و ماشین برمیگره به خونهشون و برادرش جیمی منتظرشه. هر دو همو بغل میکنن و میزنن زیر گریه. هر دو برادر به هم ریختن و وقتی به خودشون میان تازه میفهمن که برادر کوچیکتر یوریل یعنی سانتیاگو رو روز قبل تو انبار قایم کردن. جیمی میره سراغش و درو براش باز میکنه. بازم شرایط بدتر میشه. سانتیاگو به جیمی میگه این من بودم که جون اولین جنگی رو گرفته بودم. یادمونه که با شروع فیلم یه نفر نصف شده بود. سانتیاگو میگه شیطان منو مجبور کرد نصف بدن اونو بخورم. دیشب هم همین کار رو با مادرم انجام دادم و دروغ گفتم که ناپدید شده. ولی خب دیگه مامانم تنها نیست، چون دیشب همون اتفاق برای مامان شما رو تام افتاد. جیمی نمیفهمه یعنی چی. توی خونه پدرو رو میبینیم. برای پسر جیر که دوباره مثل اوتیسم پیاشوره بستنی میاره. خودش هم میره همون متوجه میشه رد دستای شیطان از سرش پاک نمیشن. وقتی میاد بیرون یه متوجه میشه که انگار یه چی تو گلوی پسرش گیر کرده. از دهن جیر یک گوله مو بیرون میاد و پشت بندش گردن بند. گردن بندی که برای مادر پدرو جیمی بود و این یعنی شب قبلی جیر مادر بزرگ خودش رو خورده. پدرو با ناباوری میاد بیرون، میفته زمین و از ناراحتی فریاد میکشه. برادرش جیمی هم حالا منظور سانتیاگو رو فهمیده و اونم به هم میریزه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلم مغز آدم رو به طرز عجیبی درگیر میکنه. من چند تا از صحنه‌هاش که دیدم هنوز توی مخمه. مثلا اون صحنه‌ای که اون سگ به دختر حمله میکرد یکی از به نظرم بدترین جامپ اسکرای سینما. چون ما توی سینمای هالیوود با سبکی از فیلم آشنا شدیم که عموما 99% برای افرادی که توی این سنن اتفاق اینقدر وحشتناکی نمیفته. و خب وقتی که سر به سینماهای کشورهای دیگه میزنیم، فرانسه، آرژانتین، اسپانیا، مکزیک، اینا محدودیت رو ندارن چون سبک سینمایشون خیلی بی‌پرده تره، خیلی روک تره و اصلا نمیان خودشون محدود به این چیزها بکنن. برای همینم وقتی یه فیلم مثل این رو نگاه میکنیم واقعا صحنه میره تو مخ آدم. نکته دیگه اینه که شاید الان خیلی ها بگن وای یعنی سر ساخته این فیلم روحیه این افرادی که سنشون کم بوده به فنا رفته. نه عزیز من، نمیان واقعا اتفاق دلشون رقم بزنن که. این اتفاقا اکثرشون برای جلوه های ویژه است. شما اگه برید پشت صحنه فیلم های ترسناک نگاه بکنید، مثلا طرف داره با دیوار حرف میزنه یا خیلی عادی بغل سگش نشسته دارن با هم بازی میکنن. یه رفیق تو جلوه های ویژه است که اون سگ
وحشی میشه حمله میکنه، یا توی جلوه های ویژه است که یه هیولا جلوی طرف ظاهر میشه. برای همین درسته حالا یه مقدار فضا شاید فضای ترس و رعب و وحشت باشه توی اون لحظه، ولی قرار نیست چیزهای وحشتناکی به طرف نمایش بدن که در آینده زندگیشو نابود بکنه. پس خیالتون راحت بشه. در مورد فیلم هم که همونطوری که اولش هم گفتم واقعا بیش از حد به نظرم وحشتناکه. درسته شاید بخواید بگید که محتواش و پایان بندیش اونقدری که باید قشنگ نبود، ولی کسی نگفته بود از اول که فیلم قراره قشنگ تموم بشه. شما داری فیلم رو میبینی که از اولش داره اتفاقهای بد میفته، لحظه به لحظه هم داره پیچیده‌تر و بدتر میشه، پس توقع داری که آخرش معجزه بشه؟ نه، این فیلم کلا میخواست ما رو بترکونه از اول تا آخر. کارگردانش شاید بشناسید، یه فیلم گذاشته بودم به اسم آترادو سوی کانال که در مورد تقابل دنیای روحها با دنیای ما بود و خب همین کارگردان ساخته بود و اونم به همین شکل واقعا وحشتناک بود. صحنه هایی داشت که یهو شما رو پرت میکرد اون ور از دست میترسیدید و به نظر من کارگردان خیلی خوب کارشو انجام میده. اگرم ندیدید این آترادو زو لینکشو این بالا میذارم، نمیدونم حالا این ور یا این ور، میتونید تماشا کنیدش. خلاصه که فیلمش اینطوری نیست بخوام در مورد بحثای روانشناختیش حرف بزنیم. فیلمش صرفا میاد یه اسلشر وحشتناک پرت میکنه جلوت و تا آخر فیلم حالتو لحظه به لحظه بیشتر به هم میریزه و میگه اگه دوست داری فیلمو قطع کن یا از سینما برو بیرون. کارگردان این فیلم همینطوریه، به اینکه دیگران چه خوششون میاد و نمیاد اهمیت نمیده. میگه اومدی توی این فیلم دنیای منه، جوری که بخوام باید ببینیش و قشنگ هم همینطوری تا آخر پیش میبردش. نمونه دیگه شو توی فیلم های کوئنتین تارانتینو میتونیم تماشا بکنیم که بی توجه به اخبار و حرفایی که در مورد خشونت زیاد فیلماش میزنن باز هر کاری میخواد انجام میده. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتتون رو حتما بنویسید، به همشون گوش میدم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. شبتونم گلسی.